مشکلات تانک های غرب در اوکراین، ترس از روسیه و حمله بالای آلمان. به نام خدا و با درود سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. فایننشنال تایمز در مورد مشکلات آینده تانک های غربی برای نیروهای مسلح اوکراین گزارش داد. با گزارش اسپوتنیک، طبق مقاله منتشر شده فایننشنال تایمز، نیروهای اوکراینی با استفاده از تانک های جدید لئوپارد 2 وقتی وارد اوکراین می شوند با مشکل مواجه خواهند شد. بر اساس این مقاله، تانک های آلمانی مدرن تر و پیچیده تر از همادیان شوروی که اوکراینی ها به آنها عادت کرده هستند که مشکلات را برای سربازان اوکراینی ایجاد می کند. نویسندگان به نقل از یکی از مربیان نیروهای مسلح اوکراینی میگوید که مثل این میماند که رانندگی یک موتر مدل دهه 1950 را بلد باشی ولی با یک بارگی به جلوی موتر فورن بنشینی. تانک های آبرامز آمریکا و تانک های لئوپارد 2 آلمانی برای اوکراین. روسیه به دلیل ارسال تسهیلات به اوکراین یادداشتی به کشورهای ناتو فرستاد. سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد که هر محموله که حاوی تسهیلات برای اوکراین باشد هدف قانونی روسیه خواهد بود. وزارت امور خارجه اعلام کرد که کشورهای ناتو با ارسال سلاح‌ها به اوکراین با آتش بازی میکنند. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه خاطر نشان کرد که تعیین اوکراین با تسهیلات از غرب با موفقیت مذاکرات روسیه با اوکراین کمک نمیکند و تاثیر منفی خواهد داشت. روسیه در 24 فوریه عملیات نظامی خود را در اوکراین آغاز کرد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هدف آن را حمایت از افرادی که به مدت 8 سال مورد شکنجه و نسل کشی رژیم کیف قرار گرفتن نامید تا همه جنایتکاران جنگی که مسئول جنایت های خونین علیه غیر نظامیان در دونباس هستند به دست عدالت سپرده شوند. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. اوقات خوش داشته باشین.